گزمان میکرد. هزاران ایرانی سرگرم مبارزه با جمهوری اسلامی هستند. هزاران ایرانی در فضای مجازی سرگرم مبارزه با این حکومت وحشی هستند. این که وابسته به چه گروهی هستند، مسلک سیاسیشون چیست، به کنار. آنچه که ارزش دارد و مهم است این است که آنها افشاگری میکنند، آنها جمهوری اسلامی رو رسوا میکنند. امروز با یکی از این کسان گفتگو دارم. الو آقای قاسمی، یه لحظه گوشی حضورتون. آقای سعید قاسمی گرداننده وبسایتی هستن با نام رستاخیز سیمرغ. این وبسایت برای مبارزه با جمهوری اسلامی شکل گرفته. دوست عزیزمون رضا کوهنورد ترتیبی دادن که ما با این مرد مبارز، این جوان مبارز، پیرامون فعالیتاشون گفتگو کنیم. آقای قاسمی، خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم. جناب قائم مقامی گرامی، درود بر شما، درود بر همه شنوندگان عزیزتون در سر تا سر دنیا، مخصوصا کشور عزیزمون ایران. من باعث افتخار منه که کنار با پیشکسوتی مانند شما این قرار مصاحبه گذاشته شد و سپاسگزارم از درخواست و که اجازه دادید ما از این کانال شما هم بتونیم صدامون رو به داخل ایران بفرستیم. در خدمتتون هستم جناب. حتما. دوست عزیزم، اولا این فعالیت رو چند وقته که آغاز کردین؟ ما حدودا 6 ساله جناب قائم مقامی که در فضای مجازی کارمون شده افشاگری در مورد سناریوهایی که جمهوری اسلامی چه از داخل و چه سناریوهایی که مافیای نگهدارنده جمهوری اسلامی از خارج برای فریب افکار عمومی مطرح میکنن. ما الان 6 سال حدوداً که کارمون افشاگریه و همچنان هم روز به روز داریم ادامه میدیم. آقای قاسمی، این که میفرمایید ما، یعنی شما یک تیم هستید؟ بله جناب قائم مقامی، ما یک تیمی هستیم. یه سری بچه ها در خارج از کشورن و بچه های دیگه در داخل ایران، چون ما هممون تقریبا اکثر این بچه های تیم ما کسانی هستن که یا تازه از ایران بیرون اومدن یا داخل ایران هستن و درد جامعه رو تقریبا میتونیم بگیم میفهمیم، چون خودمون توی اون محیط بودیم و توی این تقریبا 39 سال گذشتن وقتی داریم نگاه میکنیم ببینیم اصلا خیلی فاصله دیدگاه هست بین خارج از کشوری ها و بین داخل کشور. چون جناب قائم مقامی، من حالا اینو یه ذره توضیح بدم. بله. دوستانی که در خارج از کشور هستن معمولا افرادی هستن که حالا 30 سال 40 سال از ایران خارج شدن. یک ایران بکر، یک ایران تمیز، یک ایران ساده توی ذهنشون هست، توی تصوراتشون هست، توی افکارشون هست. ولی ما که از اون کشور اومدیم بیرون یا بچه‌هایی که الان داخل ایرانن می‌بینن اصلا شرایط دیگه است. ما تا نتونیم شرایط رو متوجه بشیم نمیتونیم انتقال بدیم حرف مردم رو و بتونیم احساس همدردی کنیم باشون. دقیقا مثل این میمونه که شما الان انگلیسی صحبت کنید، من انگلیسی بلد نباشم. خب این اصلا متوجه نمیشیم چی داریم میگیم. نمیدونم این مثال خیلی خوب. نه خیلی مثال خوبی بود، کمک میکنه خیلی. بله، همزبانی خب یکی از شرایط ارتباطه. بله، یعنی فهم. البته حالا روی زبان تکیه نمی کنم که مهمتر از همزبانی همدلی خیلی تأثیر گذاره. همدلی از همزبانی بهتر از مولانا میگه. در حقیقت شما میگید که شما و یارانتون یا در ایران زندگی کردید و
اخیراً به خارج آمدید و یا اینکه هنوز جمعی از یاران شما در دل مصیبت هستند، از میان مصیبت حرف میزنند و این ویژگی فوق‌العاده است برای کار شما. به من بگید ببینم آقای سید قاسمی عزیز، اولا موضوعاتی که مثلا این روزها در وبسایت شما مورد بحث قرار گرفته میتونید به چند تاش اشاره کنید؟ حتما جناب قائم مقام. من قبلش توضیح بدم راجع به همدلی که شما فرمودید، دقیقا با شما موافقم و اما اینجا یه اختلافی هست. با ببینید، شما اکثر اپوزیسیون های خارج نشین که تقریبا به 57 برمیگردن، یعنی از اون نسل هستن، اینا همینو دارم میگم. یه سریاشون باور کنید توی الان خوشبختانه که اومدم بیرون، یه سریاشون توی داستان 28 مرداد گیر کرده بودن، یه سریاشون تو 57 گیر کرده بودن، یه سریاشون هم سال 1320. این همدلی اینجا نمیخونه با هم. ملتی که امروز دارن بلا میبینن خیلی زیاد براشون امروز به درد نمیخوره که بدونن 1300 مثلا 32 28 مرداد چه اتفاقی افتاده. متوجه میشین؟ این همدلی رو اینجا اتفاقا میخوایم اینجای همدلی هم درستش کنیم. ما دقیقا هدفمون همینه که همصدایی و همدلی. اما راجع به سوالتون جناب قائم مقامی، بعد از خیزش دیماه مردم، جمهوری اسلامی به شدت لرزید، خیلی ریزش عجیبی توی نیروهای سیستم نیروهای خودش به وجود اومد. اومد چیکار کرد؟ اومد برای 22 بهمن، چون هیچ مراسم دیگه جمهوری اسلامی نداشت که یک مشروعیت جهانی به خودش نشون بده، یعنی در دنیا بگه که ملت پشت سر من هستن، میلیون ها دلار هزینه کرد که روز 22 بهمن به هر طریقی که میشه ملت رو بکشنه توی خیابون، که مثل سالهای قبل برای خودش بیاد اون سیرک 22 بهمنشو به راه بندازه. کمایی که دو سه روز قبل از 22 بهمن خود علی خامنه ای توی سخنرانیش برگشت گفت این عده‌ای که در دی ماه اومدن بیرون به قول خود اینا ادبیات خودشون اغتشاشگران، اینا ملت ایران نبودن، ملت ایران را در روز 22 بهمن خواهید دید. حالا خب اینا خیلی سناریو چیده بودن، مثلا یه سناریوی اومده بود از نمیدونم، من میتونم اسامی این کمپانی ها رو بگم توی برنامه‌تون یا نه، ولی من توی برنامه خودم همه رو با مشخصات و اسناد گفتم. به هر حال اینا اومد، مثلا یک قسمتی اومده بود میگفتش که آقا روز 22 بهمن بیاید توی خیابون توی تجمعات جمهوری اسلامی اما با پرچم شیر خورشید. خب این چند تا هدف داشت. یک، وقتی کسی بیاد توی اون جمعیت، حالا اون جمعیتی که خودشون اون امتی که میارن بیرون و پرچم شیر و خورشید رو دستش بگیره، شما میدونید جمهوری اسلامی توی همچی روزی مثل 22 بهمن این روز نهایت امنیتی که باید برقرار بشه رو برقرار میکنه، به خاطر اینکه سران خود این رژیم کثیف، توله های خود این آخوندها، فرماندهان سپاه، نماینده های طویله اسلامی همه توی این راهپیمایی شرکت میکنن و باید شرکت کنن. حالا ببینید چه امنیتی این روز باید داشته باشه، چجوری باید این روز رو کنترل کنن که برای خودشون خطری پیش نیاد. حالا شما نگاه کنید، یک کمپانی اومده داره میلیون دلار هزینه میکنه، رسانه ها رو در اختیار گرفته، فضای مجازی رو هم در اختیار گرفته و میگه آقا 22 بهمن با پرچم شیر خورشید برید بیرون. جمهوری اسلامی چه برداشتی میکرد؟ یک، مخالفینش رو میشناخت. دو، حضور جمعیت رو نشون میداد به ملت. و سه، سرکوب میکرد نیروهایی که الان اومدن توی خیابون و حقشون رو میخوان، کسایی که توی خیزش دیماه اومدن بیرون و تا همین امروز هم دارن گوشه گوشه ایران دارن کارشون رو انجام میدن. یعنی این نسلی که اومده بالا حقشون میخواد، اینا باید شناسایی میکردن و از بین میبردن، که خوشبختانه با صحبتای شاهزاده رضا پهلوی مخصوصا در رادیو شما چند روز قبل از 22 بهمن و اون بیانیه که ایشون صادر کردن و توی رادیو شما گفتن ملت من صدای شما رو شنیدم، ملت هم روز 22 بهمن همین پاسخو به شاهزاده دادن، گفتن شاهزاده ما هم صدای شما رو شنیدیم. با چی؟ با نافرمانی مدنی. یعنی جمهوری اسلامی تمام تلاششو کرد که ملت بیاره توی خیابون. حتی جناب قائم مقامی،
هنرمندهای کرایه‌ای دولتی هم در 22 بهمن شرکت نکردند. این بزرگترین پیروزی بود بعد از خیزش دیما برای ملت که به جمهوری اسلامی نشون بده که همون جوری که در خارج از کشور دیگه شما حمایت نمیشی و نخواهی شد، در داخل هم حمایت مردمی نداری. این یک رفراندوم بزرگ بود برای ملت و جمهوری اسلامی که ملت گفتن نه. حالا بعد از 22 بهمن، دقیقاً روز 22 بهمن، یه دفعه شما مثلا میبینید حسن روحانی، من بهش میگم روباه بنفش، توی سخنرانیش وقتی دید جمعیت محدود دور و برش، اومد طرح رفراندوم رو مطرح کرد. فردای همون روز شما میبینید توسط 15 به قول خودشون فعال سیاسی میاد یک بیانیه‌ای صادر میشه تحت عنوان ما خواهان رفراندوم هستیم. این برای چی بود؟ دو تا دلیل داشت. یک، افکار عمومی رو از رو خیزش دیما، از اون خیزش زنان ایران و مردان ایران به کنار بزنه، و دو، یک مشروعیت کاذب دوباره سعی کنه برای خودش بگیره، چون 22 بهمن به قول معروف این لباس از تن جمهوری اسلامی کاملا افتاد. حالا اگر شما سوالی دارید تو این زمینه بفرمایید تا من یه قسمتی هم راجع به این رفراندوم توضیح بدم، چون اینا خیلی مهمه و چند تا پیام برای بچهای داخله. عرض کنم که آقای قاسمی، در میان این 15 نفر کسانی هستند که من به حقانیت مبارزاتشون احترام میذارم و با فعالیتاشون آشنام. من میخوام یه یادآوری بکنم. در اساس این فکر و این ایده، خب همون است که شما بهش اشاره میکنید، اما معناش اینست که تمام این کسانی که این بیانیه رو امضا کردن واقعا متوجه بودن که دارن چه میکنن. میتونه واقعا هر کسی، هر آدمی کاملا مخالف با جمهوری اسلامی هم گاهی اوقات توصیه های نامناسب بکنه. من فقط خواستم این تذکر رو داده باشم. خب من خواهش میکنم چون فرصت برای شماست، شما اون کاری رو که میخواید بکنید، حرفی رو که میخواید بزنید، ما 18 دقیقه فرصت داریم. بله، گوش میکنم. جناب قائم مقام، من یه توضیح کوتاهی راجع به این سخن شما بگم. ببینید قربان، آدمایی که این بیانیه رو امضا کردن آدمای کم سن و سال، آدمای کم تجربه ای نبودن. اتفاقا اکثر این آدما کسایی بودن که در ماجرای 57 نقش مستقیم داشتن. یعنی ما نمیتونیم به این نگاه کنیم که بگیم حالا ایشالله گربه است. ما با واقعیت سر کار داریم جناب قائم مقامی. بله. چرا، من از شما سوال میکنم، چرا توی این بیانیه نباید امضای آرش صادقی باشه؟ چرا نباید امضای خانم آرش صادقی باشه؟ و هزار تا از این چراهای دیگه. درست. چرا مثلا این، مثلا من یه نشون رو بگم، یه شخصی هست، اسم نمیبرم، یه شخصی هست توی این امضا کننده ها در داخل که ایشون رسما و مستقیما اولین کسی هست که به خامنه ای لقب امام خامنه ای رو میده در مجله پیام دانشجو. اولین کسیه که مرجعیت خامنه ای رو به عنوان مرجع میاد به ملت معرفی میکنه، و تا همین اواخرم صحبت از دفاع از اصلاح طلبی، و در نهایت ما خواهان یک حکومت فدرال در منطقه هستیم. خب این شخص نمیتونه یه آدمه بگیم حالا گول خورده یا توصیه‌ای بهش شده یا فلان. نه، ما باید اتفاقا جناب قائم مقامی، اگر میخوایم مشکل حل بشه باید دشمنمون رو خوب بشناسیم. اگر دشمن رو خوب شناختیم، سناریوهای دشمن رو میتونیم باز کنیم و پاتک بزنیم به اون سناریو، یعنی اونو بازش کنیم. کما اینکه این اتفاق افتاد، چه در مورد 22 بهمن، چه در مورد همین داستان رفراندوم. آیا سعید خان، فرد مورد نظر شما حشمت الله طبرزدیه، درست میگم؟ بله. بله، حشمت الله طبرزدی کارنامه روشنی داره. درسته که او و بسیاری از کسانی که امروز با جمهوری اسلامی می جنگند، خیلی ها هستند، جانانه می جنگند،
در مقاطعی از زندگی سیاسیشون اشتباهات مهلکی کردن و اقدامات نادرستی. اما باید توجه داشت که این کسان به جبران همون راه‌های رفته سال‌هاست دارن می‌جنگن. تبرزدی سال‌های بسیاری در زندان نظام بوده. این روزها عرض کنم در جریان همین تظاهرات پیام‌های جانانه‌ای داد و به باور من نباید مطلقاً افراد رو به خاطر کرده‌های گذشته‌شون مردود دونست. این نظر منه و همین جام خواهش میکنم، من فقط نظرمو گفتم، با شما بحث ندارم، شما بر سر موضع خودتون باشید و از این بحث بگذاریم اگر شما موافقید. خواهش میکنم فقط یک مطلب کوچولو بگم جناب قاضی. بله بله. پیام مردم ایران در داخل، در خیزش و تا همین امروز سرنگونی جمهوری اسلامیه. پیام مردم سرنگونیه. درست. حالا اگر کسی بیاد و این سرنگونی رو بپیچونه در مجموعه رفراندوم و آخرش به قول اون یکی آقای دیگه که با کفن میره جلوی حفاظت اطلاعات وای میسه، ملت طرفدار خاتمی زیاد میان رأی میدند، این من فکر نمی کنم که اونی باشه که باید باشه. حالا به هر حال همونجوری که شما گفتید نظر شماست، اینم نظر ماست. و ما چون جناب قائم مقامی، ما چون توی این سیستم بزرگ شدیم، توی این سیستم به دنیا اومدیم، کلک های این سیستم رو میدونیم. از روزی که چشم باز کردیم، معلم دروغ میگه، صدا و سیما دروغ میگه، بقال سر کوچه دروغ میگه، فراش دروغ میگه، مامور پلیس دروغ میگه. ما توی این سیستم بزرگ شدیم. اختلاف ما با نسل شما که در قبل از 57 رشد پیدا کردید و پرورش یافتید در اینه، زمان شما دروغ نمیگفتن، اگرم میگفتن کم میگفتن. زمان ما راست نمیگن، اگر میگن خیلی کم میگن. متوجه این اختلاف دیدگاه به نظر من، ما حالا ما همین تعدادی که از داخل و اینجا با هم در ارتباطیم، این برداشت ماست. درست. حالا بفرمایید سوال بعدی تا خدمتتون برسه. نه داشتید نمونه هایی از مسائلی رو که این روزها مطرح کردید میگفتید. یکیش همین عرض کنم رفراندوم بود. آیا در زمینه‌های دیگر اخیراً چه فعالیتی داشت؟ جناب قائم مقام، اتفاقاً در مورد همین رفراندوم، این خیلی جای بحث داره. سه نفر از شاخص‌های این امضا کننده ها اومدن و صحبتشون رو کردن، هدفشون رو گفتن. یکیشون که اون آقای کارگردان محسن محملباف بود که رسماً در بی بی سی اومد و گفت اگر ایران بخواد برگرده به اقتدار و شکوه عظمت خودش که همون پادشاهی 2500 سالمون باشه، من میشم محسن چریک. بله. خب این یکیش. شخص دیگرشون، من پریشب برنامه گذاشتم، اومده تو تلویزیون ایران فردا و داره میگه ما 15 نفر نماینده مردم ایرانیم و به شاهزاده دستور میده، میگه باید، ببینید خیلی نکات حساسه، میگه ایشون باید بیاد بگه شخص اول مملکت باید تشریفاتی باشه. این بایده خیلی مهمه. چرا اینو میگن؟ داستان چیه؟ داستان در اینه که جمهوری اسلامی، اولا ما بدونیم جمهوری اسلامی کیه؟ یک حکومت نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت ساخته شده از حکومت‌های مختلف، یعنی مافیاهای مختلف جهانی. و این مافیاهای مختلف جهانی امروز که دیدن ستونه جمهوری اسلامی دیگه ریخته و نمیتونن به اون چپاول برسن، میخوان یه کاری بکنن که دوباره دستشون تو سفره مردم ایران باشه، اما نه در قالب این جمهوری اسلامی. یعنی سرشو بردارن، خامنه‌ای رو بردارن و کی رو بذارن جاش؟ خودشون رسما دارن میگن آقای خاتمی، تنها کسی که میتواند ایران رو نجات دهد آقای خاتمی. حالا من از شما سوال میکنم، وقتی یک اهمی همچی بیانیه میاد بیرون، من به عنوان یک وطن پرست، من به عنوان کسی که زندان رفتم، شکنجه دیدم، سابقه خوبی هم ندارم، آیا انقدر نباید دید سیاسی داشته باشم که آقا من دارم زیر چی رو امضا میکنم؟ از اینم بگذاریم. یادم میاد قائم مقامی، مردم داخل ایران، شما ببینید ما یه سری رسانه هایی داریم در خارج از کشور که اتفاقا رسانه های قدرتمندی هم هستن، از رسانه های دولتیش بگیر،
تا اون رسانه های لس آنجلسی و بقیه این داستان ها. من خودم زمانی که توی ایران بودم، شما تو تلویزیون کانال یک برنامه داشتی، فکر میکنم ساعت 6 ایران میشد، بعد از اون آقای نوریزاده بود و بعد مثلا همایون. ما تمام تلاشمون رو میکردیم که توی این تایما برسیم خونه ببینیم این تلویزیون ها چی میگن، چیکار میخوان بکنن، کی قراره یه کاری برای ما بکنن. و خودم این حس خود من بود. ولی وقتی اومدم بیرون و دسترسی به اطلاعات پیدا کردم، سایت های معتبر رو نگاه کردم، فضای مجازی در اختیارم قرار گرفت، دیدم نه بابا، اتفاقا داستان ما گیر ما همینجاست. مردم یه چیزی دیگه میگن، اینا یه چیزی دیگه میگن، همصدایی وجود نداره. ببینید، کسانی که جناب آقای مقامی سال 57 و قبل از 57 شرکت کردن در این نکبت و این بدبختی که امروز به کشور ما وارد شده، همونها امروز در خارج از کشور نقش مخالف همون سیستم رو دارن اجرا میکنن. یه نمونش، کسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشته، امروز یعنی توی 39 سال اومده شده رئیس فدراسیون حقوق بشر خاورمیانه، مخصوصا ایران. خیلی جالبه، خودش این قانون اساسی رو نوشته، حالا خودش اومده شده دفاع میکنه مثلا از اون کسی که داره دستش قطع میشه. خب این با هم نمیخوره، ما رو دارن بازی میدن. افراد این فرد رو، این فرد رو چون نام نمیبرید، آقای عبدالکریم لاریجی. من نمیدونم اجازه دارم که بله در این رادیو هر کسی اجازه داره همه چیز رو بگه. خب خیلی جالبه، آقای عبدالکریم لاریجی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو مینویسه، یعنی قانون قصاص، قانون دست و پا قطع کردن، قانون چش در آوردن، قانون اعدام، قانون سنگسار، این آقا مینویسه، این آقای حقوقدان مینویسه، بعد در خارج از کشور میشه مدافع حقوق بشر ایران. خب صدای مردم رو کی قراره بشنوه؟ یعنی کی باید از این ملت در مجامع بین‌المللی دفاع کنه؟ کسی که قانون اساسی رو خودش نوشته؟ کسی که افکارش رو تو قانون اساسی پیاده کرده؟ عرض کنم که دوست عزیز من، من یک چیزی رو به شما توجه بدم. من با عبدالکریم لاهیجی مشکلات خودم رو دارم، اما این مشکلات برمیگرده به پیش از انقلاب، یعنی آنچه که به طور کلی ایشون در کانون وکلا کرد و آبی که به آسیای این حکومت ریخت. اما یادتون باشه دست و پا قطع کردن رو کسی لازم نیست بنویسه، اینها هست، اینها بوده در حکومت، حکومت مذهبی، در فقه ایران، در باور تشیع، اینها بوده و لازم نبوده که لاهیجی بنویسه. کسانی آمدن و اینها رو از بالقوه به فعل در آوردن. من میخوام حقی از کسی ضایع نشده باشه. من در فعالیت‌های آقای لاهیجی عرض کنم بر گذشته حرفی ندارم و تا بخشی هم خودم مستحضر هستم، اما امروز آنچه که ایشون میکنه نمیخوام بگم شاخ گاو رو میشکنه، اما به هر حال خوشایند جمهوری اسلامی نیست. من میخوام بگم این مطلق اندیشی رو من در ارتباط با افراد شخصا بهش خیلی اعتقاد ندارم. ادامه بدید. جناب آقای مقامی، توی سیاست معمولا میگم توی سیاست هر کسی یک بار شانس داره، اگر از اون شانس استفاده کرد خب میتونه کارش رو ادامه بده، ولی یه وقتی یه بار سوخت، یعنی اشتباه کرد در اوج سواد و دانشش اشتباه کرد، دیگه اگرم میخواد مبارزه کنه باید مبارزه کنه، اما ته سر. بله ته سر. شما نگاه کن، همین الان کاخ سفید آمریکا یه بیانیه میده، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی علیرضا آوایی یه همچین چیزیه قراره بیاد تو سازمان حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کنه. خب این آقایون کجان که بیان اعتراض کنن؟ آقا شما برای همچین قاتلی چه اجازه میدید که بیاد تو حقوق بشر سازمان ملل و توجیه کنه جنایتاشو؟ ببینید اینا نکاتیه جناب آقای مقامی که ما در خارج نشینا مخصوصا ما وظیفه‌مونه. این مبارزه دو تا بال داره، ملت داخل دارن کارشون رو میکنن، زنان، دختران، پیرزنان، پیرمردان دارن کارشون میکنن، اما ما خارج نشینا باید حواسمون به بال خارج از کشور باشه.
یعنی باید این بالا با هم دیگه حرکت کنن تا این پرواز بشه انجام بده. یه نمونهش حالا من برای شما گفتم، این آقای وزیر دادگستری قراره هفته توی همین هفته توی آمریکا تو سازمان حقوق بشر بین الملل بیاد سخنرانی کنه. از خانم عبادی، از آقای لاریجی و از دیگرانشون که در حقوق بشر بین المللی هم هستن، خب باید اینو خواست. آقا شما یه اعتراض که باید بکنید آقا، ولی نمی کنن. بله ببین برحال این حالا مسائل هست. بله چون 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اجازه بدید آخرین پرسش هم با تون در میان بذارم تا انشالله فرصت های دیگه. شما و همراهانتون و این وبسایت رستاخیز سیمرغ، آیا ایدئولوژی خاصی عرض کنم، طرح خاصی، نظام خاصی رو در فعالیت هاتون تبلیغ میکنه؟ جناب آقای مقامی، ما آزادی ایرانو در بازگشت به دوره پادشاهی میبینیم. بله. چون ایران 2500 سال این سیستم رو داشته و جمهوری هم تجربه کردیم در این 40 سال، اما در فعالیت های ما این مطرح نیست. چرا؟ چون ما همونجوری که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن، ایشون هم میگن آقا ملت برسن پای صندوق بعد خودشون انتخاب کنن. بله. خب پس ما این اصل رو قبول داریم، اما وقتی کسانی میان و در برای فریب افکار میان و این مسائل رو مطرح میکنن که آقا نه پادشاهی نباید باشه، جمهوری باید باشه، این میگه جمهوری باشه اینجوری باشه، اون میگه جمهوری فدرال باشه، این میگه پادشاهی سلطنتی باشه، یکی میگه پادشاهی پارلمانی باشه، اینا برای فریبه. اینا برای چون ما امروز اول باید این سنگی که جلو پامونه رو برداریم، بعد قدم بعدی رو به ملت بسپریم. خب هم که ادعای دموکراسی و فلانی حرفا میکنن، آقای قاسمی واقعا همینا میگن. جناب قاسم عود میخوام، همین آقایون همینا میگن ما، همین آقایون 15 بیانیه ای میگن همه کس حق داره در آینده ایران رأیشو بده، از بسیجی، پاسدار، آخوند، اما کسی اگه از پادشاهی حرف بزنه ما میشیم متشریک. بله خیلی جالبه. بله عرض کنم که آقای قاسمی، عمده فعالیت ها در خارج از کشور، تلویزیونی، رادیویی، در فضای مجازی، عمده فعالیت هاشون همین جنگ عقیدتیه. اونها یک چیز میگن، اینها پاسخ میدن، هر دو هم اسمشو میذارن مبارزه، هر دو هم میگن این دفاع از حقانیت یک ایده است، یک حرف. و به خاطر همین اپوزیسیون خارج از کشور تأثیر چندانی در شرایطی که در مملکت میگذره ندارن و بیشتر سرگرم جنگ بین خودشون هستن. دیگه که واقعیت روشنه. آیا فکر نمی کنید اگر شما این مسئله رو همونطور که گفتید به آینده تصمیم مردم واگذار کنید؟ چون به اندازه کافی این جنگ در جریان، به اندازه کافی علیه هم میگند و علیه هم می نویسند و از نقطه نظرهای سیاسیشون دفاع می کنند. اما شما و یارانتون که جوانانی هستید در ارتباط با ایران یا از ایران، آیا فکر نمی کنید اگر فعالیتتون بیشتر متمرکز بشه بر مبارزه داخل مملکت، بر مبارزه کارگران، بر مبارزه زنان، در مبارزه مالباختگان، در مبارزه کلی، این مسمرت ثمرتر بشه؟ چون شما با داخل در ارتباط هستید و ما نیاز داریم به صداهایی که از داخل با ما حرف بزنه، از صداهایی که از داخل اوضاع رو برای ما تشریح بکنه و نیازها رو مطرح کنه. این نظر
کلی من بود. به هر حال آقای قاسمی اگر حرفی دارید بزنید لطفا. ما جناب قائم مقامی اتفاقا صحبت ما هم همینه شاهزاده، تو مصاحبه اتفاقا با خود شما همینو گفتن و گفتن که آقا نسل جوان که گناهی نداره، این دخالتی نداشته. حرف من هم همین بود، گفتم اپوزیسیونای خارج نشین اکثرشون کسایی هم که در گذشتن، یعنی با هم بدبستونای قدیمی دارن، ولی ما جوان حالا نسل من که منم میشم جوان دیگه 38 سالم، ما جوانا حرفمون چیزی دیگه است. ما توی اون گرفتاریای گذشته این آقایون و این سازمان‌ها و گروه‌ها نقشی نداریم، کاری هم نداریم. برای همینم هم از این عزیزان خواهش کردیم، گفتیم آقا جان شما بیایید از صدایی که الان از جوانان ایران داره میاد، 70% کشور ایران که نقشی نداشتند، حمایت کنید، اجازه بدید اینا بیان حرفشون رو بزنن، کشورمون رو پس بگیریم، بعد میشینیم با هم دیگه حسابی دعوامون رو می‌کنیم. بله کاملا اتفاقا صحبت همینجاست جناب آقای مقام. بله که میگم کسانی امروز اپوزیسیون نما شدن یا اپوزیسیون شدن که خودشون نقش مستقیم داشتن در آوردن جمهوری اسلامی، اونم در اوج سواد و دانششون شد خمینی در ماه. بله و همونها اتفاقا امروز باعث شدن که این اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور با همدیگه رابطه بدی پیدا کنن، چون نمیفهمیم حرفم. اتفاقا جناب قائم مقام من کوتاه کنم، بچه های داخل ایران، بچه هایی که حالا با ما دارن فعالیت میکنن، کارشون دارن انجام میدن، ویدیوهاشون میاد ما روی صفحات مجازی کلا پخش میکنیم، آر نمیزنیم، لوگو نمیزنیم که همه پخش کنن، چون اگر لوگو بزنیم حالا یه سری هم اصلا همون ویدیو رو برمیدارن به اسم خودشون، مهم نیست، مهم آزادی ایرانه، مهم رسیدن صدای داخل ایران به خارج از کشوره. و اینجا هم به شما بگم جناب قائم مقامی، ما از این امکاناتی که در خارج داریم استفاده میکنیم که کلاه 57 دیگه سر ملت ایران نره. اگر زمان 57 هم افرادی بودن مانند ما یا این امکانات و سیستم بود، شاید خمینی از توی لوکلوب در نمی اومد، ولی ما امروز سعی میکنیم که این اتفاق دیگه نیفته، تمام تلاشمون هم داریم میکنیم و بچه های داخل هم مطمئن باشید که لحظه آروم نخواهند نشست تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چون ملت نون ندارن بخورن، آب ندارن، هوا هم دیگه ندارن، دیگه چیزی برای باختن ندارن و اومدن دارن حقشون رو میگیرن، چه از زنانمون چه از مردانمون، چه همین اعتصاباتی که شروع شده و اعتراضاتی که حتی تو نماز جمعه خود رژیم، شما الان ویدیوشو گذاشتید صداشو، تو نماز جمعه خود رژیم ملت دیگه دارن اعتراضشون انجام میدن. مثلا اینا باید یک کاسه بشه، باید یک صدا بشه، باید این رادیو تلویزیونای ما یک حرفی رو بزنن، یک چیزی رو پخش کنن در مقابل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا باید وایسن، ولی متاسفانه هر کدوم مشغول یه رو نقطه پیچیدن برای خودشونن دیگه، خودتون شاهد همه این مسائل هستید. بله دوست عزیزم، چقدر خوشحال شدم با شما آشنا شدم، چقدر خوشحال شدم با شما صحبت کردم، استفاده کردم و امیدوار هستم که ارتباط ما ادامه داشته باشه. شما هرگاه مطلبی کلیپی که دارید و فکر میکنید خوبه که صدای اون پخش کاملا این رادیو در اختیارتونه، من سپاسگزارم از شما. تشکر. منم از شما سپاسگزارم جناب قائم مقامی. یه توضیح کوچیکی بدم، دوستانی که بر رستاخیز سیمرغ میخواهید پیدا کنید توی فضای مجازی، کانالای مشابه زیاده، لوگوی رستاخیز سیمرغ یه لوگوی آبیه، بقیه صفحات مال ما نیست. یه پیامم برای داخل کشور، برای دوستان تا اونجایی که میتونید ترافیکای مصنوعی درست کنید، پرچم های شیر خورشید رو پرینت کنید، از پنجره های ماشین بپاشید بیرون، از پشتمون های خونه ها بپاشید بیرون، از رو پل عابر پیاده بپاشید بیرون، این عرق ملی رو بین اون عده ای که درگیر کارهای خودشونن، این عرق ملی رو زنده کنید. ما اینجوری میتونیم پیروز بشیم و پیروز هم میشیم، خواهیم شد به زودی. من سپاسگزارم از جناب قائم مقامی که این فرصت رو به ما دادید. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید. خدا نگهدارتون.